یک شاخص دیگر رو با هم بررسی میکنیم، آلودگی صوتی. تو فضای شهری جرمخیز میگه میزان آلودگی صوتی بیشتر از 21 دسیبل محسوس بوده. در برخی موارد نوسانات شدید آلودگی صوتی ناشی از عبور قطار، هواپیما، صنعت و غیره وجود داره. در اصل اون فضایی که شما دارید طراحی میکنید بایستی از این آیتم هایی که نام برده شده، مثل حالا بخشای هواپیمایی، بخشای قطار یا فضای صنعتی دور باشن، یا اگر در نزدیکی این فضاها دارید طراحی میکنید حتما بایستی راهکارهایی رو برای از بین بردن اون آلودگی صوتی در نظر بگیرید. توی بحث فضای شهری امتر میگه که آلودگی صوتی کمتر بوده، به طوری که صدای کمک خواهی افراد شنیده میشه، از نوسانات شدید صوتی خبری نیست. آلودگی محیطی شاخص بعدی ماست. فاضلاب به صورت روباز و با ظاهر غیربهداشتی در جریان توی فضای شهری جرمخیز و زباله ها رها شده و سریعا جمع‌آوری نمیگردد. اما در مقابلش توی فضای شهری امتر میگه که زباله های رها شده در سطح فضا نسبتا کم و نامشهوده به علت نظارت های رسمی و غیر رسمی، که این نسبتا کم هم بایستی در اصل از بین بره. فاضلاب ها با ظاهر نسبتا بهداشتی و به صورت پوشیده، که خب خیلی مهمه. ما تو خیلی از شهرهای کوچیک مخصوصا این مشکل فاضلاب ها رو تو سطح شهر و کوچه هاشون داریم. این تصویر رو ببینید، چه حس بدی داره واقعا این همه زباله. نشان دهنده اینه که اومدن حالا زباله هاشون رو گذاشتن تو زمانهای مختلف، اما نشان دهنده اینه که اصلا شاید چندین روز این زباله ها برداشته نشده. طبیعتاً انباشته شدن این زباله ها روی هم یک بوی بسیار بسیار بد و نامطبوع رو داره که فرد وقتی که بخواد گذر بکنه از نزدیکی این، دیدن این تصویر سعی میکنه یک شعاع زیادی رو فاصله بگیره از این سطل زباله، و خب این اصلا اتفاق خوبی نیست، نه لحاظ بصری نه به خاطر بحث بویاییش، و بهتره که اینها زمانهای خاصی براش تعریف بشه برای برداشت زباله. حتی اگر یک پلاستیک باشه شیفت‌های خاصی بایستی تعریف بشه، که به هر حال کار شهرداری این برنامه ریزی. شاخص بعدیمون کیفیت کلی سکونته. توی بحث جرمخیز میگه تراکم جمعیتی بیشتر از 300 نفر در هکتار. منظور اینه که بیشتر از 300 نفر توی یک هکتار توی این فضا دارن زندگی میکنن تو فضای جرمخیز. کیفیت ساختمان‌های تخریبی و یا متروک، موقعیت بازی کودکان در محل‌های تعریف شده وجود ندارد. در اون طرف توی بحث شهرهای امتر میگه که تراکم جمعیتی بین 100 تا 200 نفر تو هکتار بایستی باشه. ساختمان‌های تخریبی و متروک به ندرت دیده میشه که این بایستی از بین بره. در بافت مسکونی شرایط لازم برای بازی کودکان در نزدیکی محل سکونتشون و محل‌های معین وجود داره. خب ما پارک‌های محله رو داریم، دسته‌بندی زیادی از پارک‌ها رو داریم که میتونیم به پارک‌های محله، پارک‌های منطقه‌ای، فقط اسمشون رو بگم، چون حالا میتونیم توی یک آموزش دیگه در ارتباط با انواع پارک ها بعداً صحبت بکنیم، اما میتونیم برای هر محله یک پارکی رو با یک وسعتی که طبق قانون براش تعریف شده، با توجه به دسترسی که بایستی از هر بنا داشته باشه، تعریف کرد، واسه اینکه خیلی راحت کودکان و یا افراد کهنسال بتونن از این فضا استفاده کنن بدون اینکه آسیب خاصی بهشون در طول این مسیر برسه یا وارد بشه. شاخص بعدی کیفیت فعالیت‌ها و کاربری زمینه. تو شهر جرمخیز میگه کاربری تفریحی، ورزشی و گذران اوقات فراغت برای جوانان در حد ناچیزه. در ترکیب کاربری‌ها و فعالیت‌ها مکانی وجود داره که نمیشه کاربری فعلی و نوع فعالیت‌هایی که در آن جریان داره رو تشخیص داد. از اون طرف میگه کاربری‌های ورزشی و تفریحی در حدود سرنای نیاز ساکنین وجود داره. نوع کاربری و فعالیت‌ها متمایز و مشخصه. کاملا مشخصه که دو تا آیتم مقابل هم هست، این فضاهای جرمخیز و فضاهای امن. شاخص بعدی کنترل نفوذپذیریه. تقاطع بین قلمروهای فضایی وجود داشته و تنها قلمرو کاملا خصوصی تفکیک شده. یعنی ما این تقاطع رو بین فضاهای مختلف رعایت نمی‌کنیم و فقط اون بخشی که خصوصی هست، چون اسمش روشه، چون خصوصیه، اومده اون بخش رو جدا کرده، که اصلا اتفاق خوبی نیست. التقاط سواره و پیاده و موتورسیکلت با عابر به وفور مشاهده میشه، چیزی هستش که متاسفانه ما توی تمام بخش شهرهامون داریم می‌بینیم. این رو با افزایش تراکم ساختمانی و به علت ریزانه بودن اکثر قطعات، مسئله اشراف و نفوذپذیری بصری وجود دارد. فضاهای شهری امتر میگه که
نفوذپذیری میان قلمروهای همگانی در وضعیت متمایزی قرار دارد. امکان نفوذ وسایل نقلیه به حریم آبرین کمتر وجود داره. یعنی ما اینجا گفتیم التقاط سواره و پیاده موتور سیکلت با آبر، اینجا میگیم کمتر وجود داره. در اصل بهتر هستش که جوری طراحی بشه و فرهنگ سازی شکل بگیره بر اساس این که اصلا به طور مثال موتور سیکلت وارد فضای پیاده نتونه بشه. ترافیک عبوری کمتر مشاهده میشه و سازمان فضایی امکان نفوذ به ساختمان‌های مسکونی را فراهم می‌کنه. عموماً مسئله اشراف و محرمیت در ساختمان‌های بلند طبق ضوابط شهرسازی رعایت میشه. حالا نه اینکه حتما ساختمان‌ها بایستی بلند باشن، توی ساختمان‌های کوچیک هم یا با ارتفاع کم هم میشه ضوابط رو جوری رعایت کرد، پنجره‌ها و نوع دید و زاویه‌ها رو جوری طراحی کرد و رعایت کرد که اتفاقی نیفته و این محرمیت حفظ بشه. به شاخص بعدی میرسیم، میزان حضور مردم در فضا. یک رابطه‌ای وجود داره بین اینکه یک فضایی پر از جمعیت باشه یا جمعیت خیلی کمی داخل اون فضا باشه. اینکه تو چه ساعتی از شبانه روز این جمعیت کم و زیاد میشه یا حتی خالی از جمعیت میشه. هر کدوم از این اتفاقا میتونه باعث این بشه که یک فضای شهری ایمن باشه یا یک فضای شهری جرمخیز باشه. اینکه چطور این اتفاق بیفته که یک فضا امن باشه و جلوگیری از جرمخیزی بشه بسته به نوع مدیریت و نوع طراحی داره که برای اون فضا در نظر گرفته میشه. جلوتر راجع به این موضوع به صورت کامل میپردازیم، ولی لازم هستش که این چند تا مورد رو که همین الان راجع به صحبت کردیم با من اینجا در ادامه ببینید. میگه تو فضاهای اصلی توی بخش جرمخیز، به خاطر اینکه تراکم و فشردگی جمعیت زیاده، فاصله شخصی رعایت نمیشه. خب همین امر باعث آسیب پذیری میشه. یعنی چی؟ مثال خیلی خیلی سادهش اینه که وقتی که همه به هم چسبیدن و دارن راه میرن، میتونه دزدی خیلی سریعتر و راحتتر اتفاق بیفته. و خب چه اتفاقی میفته وقتی که دزد کیف یک نفر رو بزنه، جیب یک نفر رو بزنه؟ عملا باعث ناامنی و نشون دهنده جرمخیز بودن اون فضا است. مورد بعدی این که تو فضاهای فرعی و برخی از ساعات حتی تو فضاهای اصلی بیش از حد این جمعیت از بین نرن و اون فضا رو خلوت و خالی نکنن. یعنی این کم شدن جمعیت، از بین رفتن جمعیت، رفت آمده وقتی که یهو بخواد قطع بشه تو یک سری ساعات، اون خودش هم باعث این میشه که فضای جرمخیزی بشه. پس خیلی خوبه زمانی که داریم این فضا رو اول طراحی میکنیم یا حتی زمانی که داریم یک فضایی رو باز طراحی میکنیم، کاربری های اطراف رو جوری مدیریت کنیم، جوری در نظر بگیریم که یک سری کاربری وجود داشته باشه که به خاطر اون کاربری ها مردم تو ساعات غیر از حالا ساعات عادی روز هم تو اون فضاها وارد بشن. چون دیدید دیگه بعضی وقتا توی یه سری شهرها به خاطر حالا گرما یا تاریکی هوا، حالا به هر دلیلی، تو یک سری مسیرها یک پیک جمعیتی داریم، همیشه جمعیت خیلی زیاد هست، تو یک ساعتی کلا خالی از جمعیته. این رو بایستی مدیریت کرد که فضا به شکل جرمخیز در نیاد. حالا از اون سمت توی فضای امن‌تر میگه ویژگی این فضا به گونه‌ایه که چون رعایت فاصله شخصی بین افراد امکان پذیره، همچنین جریان مستمری از حداقل حضور مردم و یا نظارت غیر رسمیشون تو طول روزهای مختلف، چه تعطیل باشه چه غیر تعطیل، و ساعتهای مختلف، یعنی چه شب باشه چه روز، احساس میشه، این فضای امن‌تریه. یعنی هم جمعیت داخل اون فضا باشه، هم جمعیت به گونه‌ای باشه که رعایت فاصله شخصی بین افراد باشه که احساس امنیت رو به وجود بیاره برای اون فرد. و وقتی که این جمعیت هست، پس فضا داره دیده میشه. این دیده شدن خودش جلوگیری میکنه از یک سری نکات منفی و ناامنی. و اینکه این پراکندگی تو طول شبانه روز پخش باشه، تمام این اتفاق باعث میشه که فضای امن‌تری باشه. و آخرین بخش این شاخص دسترسی به خدمات حمل و نقل عمومیه. فضای شهری جرمخیز میگه که خدمات حمل و نقل عمومی از کارهای مطلوبی برخوردار نیست. حالا ما میتونیم بگیم یا خطوط حمل و نقلشون آسیب دیده است، مشکل داره، یا مسیر خوبی برای حمل و نقل تعریف نشده. از اون طرف توی فضای شهری امتر میگه دسترسی سالمندان، کودکان و زنان به خدمات حمل و نقل عمومی نسبتاً راحت‌تر فراهم شده.
که خب این دقیقا یک نقطه عکس هستش. ما اگر حمل و نقل عمومی خوبی داشته باشیم باعث میشه که برای هر اتفاقی هر کاری شخص ماشین خودش رو از خونه بیرون نیاره. وقتی که ماشین بیرون نیاد باعث میشه که تعداد نفرات سواره به حد اقل برسه، یعنی تعداد وسایل نقلیه به حد اقل برسه، خودش از بروز شلوغی و آلودگی صوتی و حتی آلودگی بصری جلوگیری میکنه و توی بحث زمان هم میتونیم خیلی جلو بیفتیم، چون مسیری که خلوت‌تر باشه خب توی بخش عمومی یک اتوبوس یا حالا هر وسیله‌ای که برای بخش عمومی در نظر گرفته شده خیلی سریع‌تر میتونه طی کنه تا اینکه یک خیابون شلوغ و پردردسر. به روش چیدمان فضا روش جهت سنجش میزان امنیت فضا میرسیم. بارها خدمتون عرض کردم که سنجش امنیت اول توسط خود فرد با دیدن فضا و اتفاقاتی که توی ذهنش شکل میگیره به وجود میاد. در واقع اول بایستی فرد اتفاقاتی که توی محیط میبینه رو بتونه توی ذهنش تجزیه تحلیل کنه. هر چقدر اون اتفاقات مثبت تر باشه احساس بهتری رو به شخص منتقل میکنه. اسکار نیومن هم اومده فضاهای بی‌دفاع رو تو شکلگیری فضاهای ناامن خیلی خیلی مؤثر دیده و گفته که اگر چشم ناظر به این فضاها و ویژگی‌های کالبدیشون نظارتی نداشته باشه خودش باعث میشه که ناامنی به وجود بیاد. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی که ناظر نتونه فضا رو خوب ببینه، نتونه فضاها رو خوب درک بکنه، سعی میکنه وارد اون فضاها نشه، از اون منطقه گذر نکنه، پس جمعیت میاد پایین تر، رفت آمد اون بخش کمتر میشه و فضاهای ناامن شروع میکنن توی اون بخش ها، توی اون قسمت ها رشد کردن و زیاد شدن. در ادامه هم 4 تا عامل رو توی ایجاد فضاهای امن که بهش فضاهای قابل دفاع میگن مؤثر میدونه. اولیش قلمرو هست، اون بخشی که فرد واردش میشه و اون قسمت رو از آن خودش میدونه. دومی نظارت طبیعی ساکنین بر فضا هست، همونطوری که از اسمش هم مشخصه افرادی که دارن اونجا به صورت دائم زندگی میکنن یک نظارت مستقیمی بر اتفاقات اون منطقه و اون ناحیه دارن. سومی تصور ذهنی و یا تصویر ذهنی از امنیت و 4 هم زمینه محیطی که میتونه به احساس امنیت تأثیر بذاره. زمینه محیطی یعنی چی؟ یعنی اینکه فضای شما نزدیک به ایستگاه پلیس باشه، نزدیک به مراکز خرید باشه. اینها میتونه تأثیرات مثبتی بذاره. البته نه اینکه ما بگیم مراکز خرید همیشه اتفاقات مثبت و خوب میفته اونجا. نه، بعضی وقتا طبق صحبتایی هم که تا الان خدمتتون عرض کردم و مسائلی که گفتم نقاط شلوغ و ازدحام جمعیت هم حتی بارهای منفی رو داره. اما خب به اون بخش که برسیم نوع طراحیش فرق میکنه، نوع آیتم هایی که باید در نظر بگیریم خیلی فرق میکنه، ولی طبیعتاً وقتی که یک فرد خودش رو تنها داخل یک فضا میدونه یک مقدار ترس واهمه بیشتری داره نسبت به اون فضا، ولی وقتی که غیر از خودش میبینه چندین نفر دیگه توی اون فضا حضور دارن و اون حس اعتماد رو میتونه نسبت به خودش و نسبت به اون فضا داشته باشه، طبیعتاً ترسش از اون نقطه کم میشه و همونقدر امنیت و احساس مثبت از اون فضا رو دریافت میکنه. توی تحلیل چیدمان فضا هم میگن هر چقدر بین فضاهای شهری تعامل تو نقاطی کم بشه. حالا یعنی چی تعامل کم بشه؟ یعنی که توی فضاهای اصلیمون، در کنار فضاهای اصلیمون، انقدر ما فضاهای فرعی با طولهای زیاد داشته باشیم که جمعیتی که دارن اونجا میرن و از اون فضا استفاده میکنن خیلی جمعیت کمی باشن. وقتی این اتفاق میفته طبیعتاً باز اون فضا خالی از رفت آمد میشه و فضایی که خالی از رفت آمد بشه مطمئناً آماده این هستش که انواع بزهکاری ها، حالا اینجا به عنوان بزهکاری اجتماعی میگن، ولی انواع ناامنی ها تو منطقه شکل بگیره. شما تصور کنید یک جمعیتی تو شلوغ ترین حالتش وقتی که وارد یک خیابونی میشه به هر حال یک سطحی رو داره اشغال میکنه. حالا این سطح اشغال رو ما نسبت به جمعیتی که اونجا هستن اگر چندین برابر بخوایم بکنیم یک سری نقاط به وجود میاد که هیچ وقت به صورت دست جمعی توی اون بخشا شاید گذر به وجود نیاد. وقتی که این اتفاق میفته پس برمیگردیم عین اسلاید قبل میگیم نظارتی توسط فرد شکل نمیگیره. وقتی که نظارتی شکل نگیره اصلا شخص وارد اون فضا نمیشه و وقتی که وارد اون فضا هم نشه ناامنی توی اون فضا شکل میگیره و میتونه حتی پاتوق افرادی بشه که آمادن برای اینکه آسیب برسونن به نفرات مختلف و خب همین معنی ناامنی هستش. به بحث پوشش گیاهی، فشردگی بافت، باز و بسته بودن محیط، کیفیت شبکه معابر، مبلمان شهری و روشنایی،
تو بخش پوشش گیاهی میگه به دلیل زنده بودن، تنوع و رنگ از اهمیت زیادی برخورداره. درختان با ارتفاع بالا و حجم زیاد در فضای شهری نامناسب هستن. یعنی این پوشش گیاهی خیلی با اهمیته، اما خیلی مهمه که تو هر فضایی از چه نوع درختی، چه ارتفاعی، با چه حجم پوششی داریم استفاده میکنیم. فشردگی بافت میگه چنان چه کاربری ها بر اساس فرم و عملکرد متناسب با هم سنخیت داشته باشن بر میزان امنیت محیط اضافه میکنن. باز و بسته بودن محیط میگه که انسان با تسلط بر محیط زندگی خود احساس امنیت میکنه. محصول بودن یک فضا نسبت به پهنا و بلندای آن تعریف میشه. کیفیت شبکه معابر میگه موجب ارتقاء امنیت فیزیکی فضا میشه. نقش ارتباط و دسترسی مکان امن برای تماس اجتماعی. مبلمان شهری میگه که مبلمان متناسب شهر یکی از عوامل افزایش حضور افراد پیاده در شهر. روشنایی هم که بخش خیلی خیلی مهمیه، میگه که مهمترین ویژگی شرایط آلودگی و رفتاری و جرمخیزی در شب تاریکی و کم نوری و توزیع نامناسب سیستم روشنایی، مثل همون عکسایی که با هم دیگه دیدیم. به اهداف راهبردی در ساماندهی فضای پیاده میرسیم. به بهبود مدیریت ترافیک یک بخش خیلی خیلی مهم، میگه تحرک رفت آمد در مرکز شهری، تشویق استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، دگرگونی در الگوی رفت آمد، توسعه پارکینگ های عمومی. این بخشی هستش که به صورت آیتمی من فقط آوردم بدونید که مربوط به بخش بهبود مدیریت ترافیک هست. یا به طور مثال تو بهبود سیمای کالبدی شهر، ساماندهی فضای حرکت پیاده یکی از ابزارهای موثر جهت بهسازی سیما و منظر شهری محسوب میشه. خب ما گفتیم الان این تصویر رو ببینید، تصویر از شهر بارسلونه. این فضایی که تبدیل به پیاده راه شده، ببینید همین ساماندهی فضای حرکتی که برای پیاده ایجاد شده چه کمک بزرگی میتونه به این لاین بکنه، چه تأثیری توی فضاهای شهری، توی سیمای شهری اطراف اینجا داره. این درختایی که با توجه به برنامه‌ریزی کاشته شده چه سیمای خوبی رو به وجود آورده برای این لاین. پس این ساماندهی حرکت فضا، ساماندهی طراحی بخش پیاده مدار میتونه خیلی خیلی کمک بکنه و خیلی مناسب باشه برای فضاهای شهری. بهبود محیط زیست شهری همون بحث کاهش منابع آلودگی هوا و صداست. ما بیایم این ترافیک رو یه جوری مدیریتش کنیم و از بین ببریم، به خاطر اینکه از بین بردن این باعث میشه این ماشین ها نباشن، این دودها از بین بره، سر و صدا از بین بره. به بحث زیست محیطی شهری کمک میشه و بعد اون میایم با کاشت درخت و ایجاد فضاهای سبز، پیاده مدار کردن اون فضاها. ببینید ما حرفمون این نیستش که حتما بیایم تمام شهر رو پیاده مدار کنیم، این اتفاقا خودش تبدیل به آسیب میشه، ولی این هستش که بیایم فضاهایی که وسیله نقلیه درش هست رو مدیریت بکنیم. آیتم بعدی هم بهبود وضعیت خرید و خدماته. میگه که ساماندهی پیاده راه ها یکی از عوامل موثر در رونق مرکز خرده فروشی سنتیه. خب شما تصور کنید که وارد یک فضای پیاده راه میشید، دارید از لاین ها دیدن میکنید، مسیر تعریف شده، مکان هایی تعریف شده برای اینکه دست فروش ها بیان کالاهای خودشون رو ارائه بدن. شاید بین اینها شما کالاهایی رو ببینید که توی فروشگاه ها نمیبینید، کالاهایی که مثلا میگم شاید محلی باشن، جاهایی مثل شهرهای شمالی. خیلی وقتا میبینید از روستاهای اطراف صنایع دستی میارن، گیاها رو میارن، سبزیجات رو میارن، مرغ و خروس و چیزهای غیره میارن، تخم مرغ مثلا تخم مرغ محلی میارن، اتفاقهای اینچنینی. و خب شاید توی شهرهای بزرگتر این تبدیل بشه فقط به بحث صنایع دستی، اما این خیلی مهمه که فضا جوری طراحی بشه که اجازه داده بشه که خرده فروشی هم اونجا ادامه پیدا بکنه. این باعث سرزندگی بیشتر اون فضاها میشه و اون فضا رو برای بیننده خیلی دلچسب تر میکنه. تقویت زندگی اجتماعی و فرهنگی، میگه که گسترش پیاده راه ها زمینه برای بالا بردن روابط، تعاملات و سطح کیفیت زندگی اجتماعیه. خب ما گفتیم پیاده راه باعث میشه که وقت بیشتری رو فرد توی اون فضا بگذرونه، حالا یا با دوستاش یا شاید واقعا رفاقتی ایجاد بشه توی این فضاها. تعامل اجتماعی به وجود میاد به خاطر این بحث دیدن ها و هم مسیر شدن ها که اتفاق بسیار بسیار مثبتی توی بحث
اجتماعی و فرهنگی. نمونش میتونید این دوتا تصویر رو ببینید. خیلی راحت خیلی دوستان کنار هم نشستن، با هم هم صحبت میشن، حالا میتونن دوست باشن، از قبل میتونن نه، و اینجا با هم آشنا شدن. به هر حال ما ایرانی‌ها خیلی خونگرم هم هستیم، سر کوچکترین مسئله شاید سر صحبت باز بشه و راجع به اون مسئله شروع کنیم صحبت کردن. خب این باعث میشه که اون بخش فرهنگی و اجتماعی شکل بگیره. یا تو نمونه خارجیش ببینید یک فضای بسیار وسیع تعریف شده، میبینید دست دست کسایی که نشستن یا دارن صحبت میکنن، حتی دراز کشیدن. با توجه به اون فضایی که تعریف شده، این یک اتفاق مثبت هست. فضاهایی که برای بخش خدماتی با صندلی و سایبون در نظر گرفته شده، سطح‌های زباله ببینید، یک طراحی خیلی خیلی ساده، یعنی یک مسیر رفت و برگشتی و یک فضای سبز که احاطه شده توسط ساختمان‌های بلند که میتونه حتی این جمعیت نفراتی باشن که شاید دارن تو این ساختمان‌ها کار میکنن و برای استراحت اومدن از این فضا دارن استفاده میکنن. این میتونه تعریف خیلی خیلی خوبی هم برای مکانیابی درست باشه. یعنی اگر واقعا، حالا این چیزی هستش که من دارم تو تصویر ببینم و حدس میزنم، اگر واقعا این نفرات از کارکنای این ساختمان‌های اطراف باشن، این مکانیابی برای فعالیت، برای فضایی که اینا بخوان استراحت کنن، بسیار بسیار درست تعریف شده و خیلی ساده در نظر گرفته شده. فقط یک سطحی که بیان بشینن با هم صحبت کنن، ازش بگذرن و حالا به محل کار برگردن یا برن به خونه هاشون یا حالا هر کار دیگه‌ای که دارن. نیومدن دیگه با نوع طراحی فضاها رو شلوغ کنن. باعث میشه که اون شخصی که از فضای کار وارد فضا برای تفریح میشه، یک فضای خیلی خیلی ساده رو ببینه و این باز باعث میشه ذهنش از اون شلوغی و روزمرگی خارج بشه.